سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده روز شنبه نسبت به کاهش خطرناک امنیت و صلح جهانی به دلیل ادامه جنگ ها و درگیری‌های های خونی در جهان هشدار داد با هم گزارش علی اکبری را ببینیم 16 نوامبر از سوی سازمان ملل روز جهانی مدارا و بردباری نامگذاری شده روزی که برای صلح و رشد در همه زمینه‌ها در سطح جهان می باشد. مدارا به معنای پذیرش این واقعیت است که همه انسان‌ها با تمامی اختلافات ظاهری، موقعیتی، زبانی، رفتاری و ارزشی حق آن را دارند که در صلح زندگی کنند و همانطور که هست باشند. به علاوه تحمیل دیدگاه های شخصی به دیگران مجاز نیست. اعلامیه ی اصول مدارا در 28 امین نشست کنفرانس عمومی سازمان یونسکو که از 25 اکتبر تا 16 نوامبر سال 1995 در پاریس برگزار شد توسط کشورهای عضو یونسکو اعلام و تصویب شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به همین مناسبت در بزرگ داشته روز جهانی تساهل پیامی صادر نمود و در این پیام نسبت به کاهش خطرناک امنیت و صلح جهانی به دلیل ادامه جنگ ها و درگیری های خونین در جهان هشدار داد. این سازمان همچنین در پیام خود آورده است در روز جهانی مدارا و بردباری که زندگی مناسبی را برای مردم تعیین می کند و برای لذت بردن تمامی انسانها از سیاره زمین در هر کجا که هستند نامگذاری شده و مورد توافق گرفته اکنون در میان موج بی سابقه خشونت، رفتارهای دردناک افرادگرایی و ناکامی بزرگ در پایبندی به تصمیمهای مشروع بینن مللی. گرفتار آمده است در ادامه این بیانیه تصریح شده عدم وجود منطق عدالت خرد و مدارا به تشدید آسیب های وارده به کودکان زنان و سالمندان بیگناه منجر شده تا جایی که در سال جاری تعداد قربانیان از ده ها نفر هم گذشته و بالغ بر هزاران نفر بلکه میلیون ها انسان شده که تعدادی از آنان کشته زخمی ناپدید و یا آواره شدند با میلیون ها نفر از آنها امنیت و سرپناهی آبرومند را از دست دادند. در همین حال این سازمان از رهبران شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست اهدافی را که بر اساس آن گرد هم آمده و این شورا برای آن تأسیس شد را مجددا به یاد آورده و به خاطر بسپارند. و ضمن تلاش برای حل بحران های موجود بر اهمیت ایجاد فضایی مناسب برای مدارا و آشتی بر سر منافع بین المللی تاکید نمایند. این سازمان همچنین خواستار ضرورت توقف جنگ اوکراین در کنار تجاوزهای اسرائیل به نوار غزه و تلاش برای بکارگیری راه حل مذاکره به جای جنگ و اولویت دادن مدارا بر افرادگرایی و تعصب شد علی اکبری اخبار شیعه. برای صحبت بیشتر در این باره دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی از تهران به ما پیوسته سلام خوش اومدید به برنامه آقای صادقی 16 نوامبر از سوی نروز. سازمان ملل به عنوان روز جهانی مدارا و بردباری نامگذاری شده به صورت مختصر بیان بفرمایید دلیل این اقدام چیست؟ درود بر شما وقت شما به خیر خیلی, خیلی ممنونم که این فرصت رو من دادید متاسفانه در دنیای امروز به جای اینکه بشر به سمت فریختگی بره و ادیان و اعتقادات به کمک بشر بیان جا به جایی رسیده که اعتقادات باطل و تفکرات باطل و افراطی برتری خود برتربینی خودخواهی باعث شده که جنگ ها بیشتر شده متاسفانه در دنیای اسلام ما بیشتر شاهده این موضوع هستیم و افرادگرایی باعث شده که سازمان های حقوق بشری به این فکر بیفتن که این روز رو به نام مدارا اعلام کنند بله جناب دکتر دلیل گسترش خشونت در دنیا در سالهای اخیر علارغم باور همگانی بر لزوم آرامش و صلح از نظر شما چیست به لحاظ علمی و به لحاظ آکادمیک اون چیزی که به حال ما تو دانشگاه خوندیم و داریم الان تدریس میکنیم تو ذات بشره بالاخره انسان به دنبال منافع خودش هست و گاهی متاسفانه اینم به خشونت میانجامه قرار بوده که با رشد جوامع و فریختگی انسان انسان ها بتونن که با صلح و با گفتگو مسائل خودشون رو حل کنن ولی متاسفانه متاسفانه افراد خود بینی که یک شخص یا فردی در هر جای دنیا فکر کنه که خودش بدون هیچ دلیلی فکر کنه که خودش برتر از دیگرانه و چه بسا با حذف دیگران و کشتن دیگران خودش به یه مرحله و به حساب بهش میره و حتی اون شخص رو هم از گناهش پاک میکنه این باعث شده که به ویژه امروز در دنیای اسلام و متاسفانه در آسیای مرکزی و قفقاز و خاور میان ما شاهد تفکرات افراطی حذفی باشیم ببینید دین واقعی دین اومده برای خدمت به مردم اعتقاد درست و اعتقاد واقعی اینه که به بشر خدمت کنه من تا متاسفانه اعتقاد باطل امروز باعث شده که ادهی به فکر حذف دیگران باشن و البته خوشونت همجور که عرض کردم منافع انسان دنبال منافع خودشون همه انسان دنبال منافع خودشونن و این یه چیز مذهبی نیست یه چیز علمیه ولی میشه با صلح و با اقتصاد انسان پیگیری کنن منافعشون بله جناب صادقی چه راه کاری برای رفع خشونت در دنیا به ویژه در مواردی چون جنگ های اخیر میان حماس و اسرائیل روسیه و اوکراین و آذربایجان و ارمنستان از نظر شما وجود داره بله ارزم شما ببینید با توجه که خودم من دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل هستم من حالا ببینید راهکاری که من الان بخوام راهکاری بدم راه... یه دنیای امروز یه دنیای دو قطبی از 1905 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم یه ساختار دو قطبی هست و دو قطب اصلی که غرب و شرق میشن حالا غرب و شرق که امروز شده امریکا یه طرف و اروپاییات به همراه امریکا طرف دیگه هم روسیه هستش این ساختار یه ساختار دو قطبیه و این قدرت های بزرگ به با واسطه نوچه های خودشون و قدرت های منطقی دنیا رو دارن مدیریت میکنن اینکه من فکر نمی کنم جنگ ها یعنی راهکاری بشه پیدا کرد که جنگ ها متاسفانه حتی من فکر کنم جنگ ها بیشتر هم بشه به ویژه اینکه افراد و به ویژه افراد اسلامی چه شیعی و چه سنی در خاور میانه بیشتر شده من فکر می یعنی راهکاری من در حداقل در کوتاه مدت نمی بینم به نظر میرسه که یه جنگ ها گسترش پیدا خواهد کرد و در آینده دور شاید بشر به نتیجه برسه که راهکاری پیدا کنه سپاسگزارم از شما دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی از تهران